برای که یادم نره یه کاری کردم. اومدم و برای هر حسی یه رنگی در نظر گرفتم. مثلا زرد. تو دنیای من زرد شد رنگ هیجان. یا خشم. خشم برای من تیره است. با خشمم که نمیشه چیزی ساخت. تو دنیای من شادی به رنگ سبزه. البته من میدونم، شما هم میدونید که شادی پایدار نیست. من باور کردم که زندگی شبیه یه چرخ است. چرخه پر از رنگ، پر از حس. چرخه‌ای که دائما در حال چرخشه و قرار نیست هیچ وقت روی یک رنگ یا روی یک حس ثابت بمونه. دنیا رو نه غم، نه شادی، نه خشم به تنهایی در بر نگرفته. همه این حسا میان و میرن. پس دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. خانم بهرانوی ما بعضی وقتا میتونیم از یه دانه سیب صحبت بکنیم و بگیم آخر سر یه دونه سیب خوشگل قرمز آبدار میشه. گاهی اوقات میتونیم اون سیبه رو قشنگ نشون بدیم. بنابراین من تو اجرای شما دنبال هیجان عجیب غریبی نیستم. این استعداد از جنس آرامشه، همین سیب قرمز خوشگل آبداری که شما مستقیما به ما هدیه دادید و الان مزه‌اش زیر زبونم. ممنون. آریان، من یه صحبتی با امین بکنم یه دسته. چرا؟ چه خبر؟ نزنی آقا. او بذار نظرشو بده. نه میدونم، من دارم میزنم. اون کاغذی یادت تو دستمون بود همیشه له شد چند بار. بله چند بار له شد. همین تو اصلا تحت تاثیر قرار نگرفتی؟ چرا؟ خب ببینید، من اجرای قبلشون رو با اجرای الان مقایسه میکنم. من مقایسه که میکنم برای اینه که باشگاه مهارتشون رفتن و طراحی شده روی کارشون و مسلما ما باید توقع یه اجرای متفاوتی با اجرای قبلشون داشته باشیم و تقریبا هم یک پیام مشابه که آرامش و صبوری و میدونی چی میگم. منظور اینه که من تفاوت دوست داشتم، میخواستم ببینم یه کار، یک شاید یک نمایش متفاوتی با حالا کار اوریگامی برامون انجام میدین. همین در مقایسه با حالا فکر کنم من دارم راجع به بخشی از اجرا حرف میزنم. فصل قبل با هم دیگه دیدیم کسی که اصلا ممان مجری اینجا اومده. بله، فارغ از اوریگامی، قصه و پیامی که نکته ایشون داشت کاملا واقعی بود و مبتنی بر زندگیشون بود، اجرای خانم بهرانومی به دلت نشست؟ به نظر من قبلشون هم دوست داشتم. من نمیگم اجراشون مشکل داشت، من میگم اجرا شبیه اجرای قبلی. همین نگاهش الان اینه. حالا فقط اوریگامی نیست، بحث چندین احوال در وجود ایشون، در اجرای ایشون وجود داره. یکی اوریگامیه، یکی حال شخصی خودشه، یکی هم اجراست. و این واقعیتیه که در حالا من چیکار بکنم؟ تو اینجا وایسی الان من چیکار بکنم؟ چرا به زور؟ حسله سر رفت. الان من چیکار بکنم؟ آخه الان خب من نکته توضیح بدم قبل از اینکه بقیه داورا صحبت کنن. این اوریگامی که ما داریم تکرار میکنیم در فصل قبل توضیح دادن خانم بهرانوی مفصل، یک لغت ژاپنیه. فهم می‌کنم اوری یعنی تا کردن، گامی یعنی کاغذ، معنیش یعنی تا کردن کاغذ، که خانم بهرانومی و همسر محترمشون هم که اونجا حضور دارن اصلا کارشون همینه. من فکر می‌کنم بین بیشمار شرکت کننده‌ای که به هر حال نوع کارشون اینه که در ایجاد هیجان گوی سبقت از هم بروبان، کسی که با دعوت به آرامش به روی صحنه میاد کار بسیار سختی داره. واقعا ممنونم. بفرمایید نظراتتون رو گفتن داورا.
من روز اولی که اومدم عصر جدید واقعا فکر می‌کردم تنها مهارتی که تو زندگیم دارم همین تازه زدن کاغذه. بعد برنامه که پخش شد فهمیدم مثل اینکه استعداد تو اجرا دارم. ما چیزیگری داریم. بله ماشاءالله. بعد واسه خودم این گفتم زهره تو اولین نفری هستی که روی صحنه عصر جدید استعدادتو کشف کردی. هی با این خیال خوش بودم. واقعا فکر نمی‌کردم دفعه دومی تو کار باشه، چون اوریگامی رو نمیشه، شکل جذابترش رو نمیشه رو صحنه کمتر از 20 دقیقه زمان گذاشته چیز جذابی روشه. شما با رأی مردم اومدید این مرحله و جالبه که بیش از 1 میلیون نفر بهشون رأی دادن. خیلی رأی عجیبیه واقعا. این همچین اجرایی بهشون میده مردم یه کاری بکنی و رأی بگیری. آره دنبال آرامش هم اجرای خانم برالومی اون فصل قبل تقریبا نزدیک 6 صبح بود یادتون میاد؟ این نصف تماشاگر دیگه خوابیدن با صدای ایشون. اوریگامی گامی گامی رفتن همه. اسم این بیماری چیه خانم؟ لکوپیس ویتیلیگو برس. آها بله. حالا میگم اصلا نمیدونم چی شد که چون من داروامو قطع کردم اصلا دیگه هیچ درمانی انجام ندادم، بعد یهو سفید شد. یعنی من خوب نشدم، کل بیماری، یعنی بدن من کل بیماری رو گرفته. من توی صفحه شخصیم یه عکس کارتونی از این بیماری داشتم و چقدر پیام داشتم. عکس رو میخواییم پخش کنیم؟ میخواییم ببینیم یا نه؟ هر طور سلام میده ببینیم که فکر نکنیم مثلا شما. آها خب الان رفته اینا الان؟ من صفت. بله اون زمان که صورتی بود بخواییم که دارو استفاده میکردم رکا سفید صورتی شده. آها بعد دیگه کم کم سفید شد. این لبخنده قشنگ شما انگار لبخندتون یه تاف زدی نگه داشتین ها. دیگه شده جزو شخصیت ها. اینجا دیگه خیلی بیشتر شده انگار. آقا واقعا ولی این عکس ها رو گذاشتن در معرض دید عموم که هیچ چیز عجیبی هم نیست، من واقعا فکر میکنم یه تشویق اساسی نیاز دارم. واقعا واقعا ای کاش از این اجرا اون کسایی که